دوستان سلام، من رضا مرزبان هستم، مدرس خوانندگی و آواز. این اولین ویدیو از سری ویدیوهای بررسی و آنالیز صدای خواننده‌های مختلفه. خیلی دوست داشتم که این ویدیوها رو شروع کنم، اما خب یک سری مشغله ها بود که متاسفانه سعادتش نشد که براتون این ویدیو رو پر کنم و میخوام که این سری ویدیوها رو شروع کنم و امیدوارم که ادامه پیدا کنه. این سری ویدیوها میپردازه به معرفی بعضی از خواننده‌های خوب حالا کشور خود و خواننده های خارجی که ما اینجا ویدیوی آواز اونها رو بنده میذارم و آنالیزش میکنم. در حین اینکه حالا این خواننده داره میخونه توضیحات لازم رو میدم. اولین خواننده که ما با شروع کردیم و بنده شروع کردم و در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم، خب چه کسی بهتر از ابی، خواننده بزرگ و اسطوره کشورمون که فوق‌العاده ایشون خواننده بزرگی هستند و امروز میخوایم در مورد یکی از اجراهای ایشون صحبت کنیم که یک آهنگی از بانو گوگوش اجرا میکنن به اسم آهنگ کویر. این آهنگ خب هم معرف حضور همتون هست، در واقع آهنگی هستش که فوق‌العاده آهنگ معروفیه و ما خیلی این آهنگ رو به خوبی میشناسیمش. در واقع خب خیلی شروع میکنم، خیلی سریع در مورد این آهنگ توضیح دادن و به معنی که نکته هایی رو به ذهنم رسید حتما براتون گزارشش میکنم و میگم. یک آهنگ میخوام براتون بخونم از خواننده ای که همه بسیار بسیار خوب به عنوان بهترین خواننده زن ایران میشناسید. یک آهنگ از این هنرمند از گوگوش براتون بخونیم. قبل از اینکه شروع کنم راجع به خوانندگی ابی توضیح بدم، یه نکته خیلی مهم رو لازمه که بگم. اینکه شما اگر دقت کنید در مدل ایستادن ابی و مدل آواز خوندن، شما پوستچر خیلی خیلی درست و خیلی اصولی رو از این خواننده می‌بینید. شما معمولا، حالا در طی این ویدیو من حتما میگم بهتون که ببینید این خواننده از پرفورمنس خیلی بالای برقراره و اینکه همراهی و همکاری که با تماشاگرا یا همون آدینس داره، بسیار بسیار درگیر کردن تماشاگر و خواننده رو شما در کار ابی میبینید و یکی از مشخصه های اصلی کار ابی و مشخصه اصلی هر خواننده بزرگ دیگه هست که در واقع اینقدر خوب با تماشاگر ارتباط میگیره و تماشاگر رو با خودش همراه میکنه. من کبیرم این خدا با حسرت یه قطر آب، یه عمر که دریا رو از دور میبینم تو سراب. ببینید یکی از ویژگی‌های خوانندگی ابی استفاده خیلی خیلی درست و اصولی از تکنیک ساپورت و حرکت دیافراگمه. شما اگر دقت کنید، حالا یه مقدار رنگ لباس ابی هم به ما کمک میکنه که ما حرکت دیافراگم و حرکت در قسمت شکم این خواننده رو ببینیم. شما ببینید که موقعی که ضربات و اتک های مختلف رو این خواننده میخونه، چقدر خوب از دیافراگم و پوستچر بدنش داره استفاده میکنه برای خوندن اتک ها و حالت های مختلف خوانندگیش. بهار برام یه اسم کنه تو کتاب، حرف من با آسمون چرا میمونه بی جواب. در این قسمتی که حالا ابی داره روی گام بالاتر میخونه، یعنی در واقع داره روی قسمت‌های بالای صدای خودش میخونه،
شما حرکت لارینکس و باز شدن فک ایشون و افتادن فک این خواننده رو به خوبی میتونی حس کنی و این خودش یک مزیت بزرگه برای یک خواننده که بتونه از تمام ظرفیت‌های حنجرش به خوبی و درستی استفاده کنه. شما ببینید که خواننده‌های امروزی که ما داریم معمولاً از باز کردن دهانشون و انداختن فکشون یه مقدار میترسن، از ترس اینکه حالا زشت به نظر برسن یا اینکه دهنشون خیلی باز میشه یک مقدار مضحک به نظر برسن. اما ببینید ابی کاملا شجاعانه این کار رو انجام میده و برای صدای بهتر، برای به وجود آوردن یک آواز بهتر، شما میبینید که همچین قدرتی رو این خواننده داره و خیلی خیلی خوب و مسلط روی نوت‌های بالایی حرکت میکنه. خب یک نکته‌ای که ابی خیلی توش استاد در واقع اینه که جاهایی که کشش ایجاد میکنه از تکنیک ویبراتو استفاده نمیکنه و شما این کشش رو به خوبی حس میکنی و طولانی بودن و کشش دار بودن این سیلاب یا اون کلمه‌ای که داره میخونه رو شما کاملا حس میکنید. ببینید کویر، شما اون کشش کامل رو حس میکنی، ولی اگر ویبراتو میذاشت شما یک حالت کلاسیک احساس میکردی. اما ابی در واقع میدونه داره چی کار میکنه و این نذاشتن ویبراتو روی صدا در واقع نشوندنده نوت دقیق و نوت درست و حالت درست و تکنیک درسته. ولی توی این قسمت جون بگیرم شما ویبراتور رو حس میکنی، جون بگیرم، که ویبراتور هم روی ریتم هست و خیلی جالبه. اگه بارون بباره، اگه بارون بباره، آروم آروم منم رو لب خوش و تشنم، گیسوی سبز جنگل تنم و میپوشونه، پرند دود رم آشیونه. ببینید در این قسمت شما شاهد حرکت‌های خاص ابی هستین. یکی از این حرکت‌های خاص ابی انداختن ریلیزها یا انداختن ته سیلاب‌ها به صورت گلیساندو یا سلاید هست. شما می‌بینید که پرند رو درخت و یه انداختن یا یک گلیساندو به سمت پایین شما حس میکنی و این یکی از امضاهای در واقع ابیه و یکی از نکتهایی که ابی خیلی در آوازش استفاده میکنه. همون توضیحی که در مورد حرکت فک دادم و ببینید که ضرباتی که ابی وارد میکنه و فشار دیافراگمی که وارد میکنه خیلی فورته داره میخونه و صداش رو به سمت تکنیک اووردرایو داره میبره که ما توی متد CVT در موردش صحبت میکنیم که یک حالتی شبیه به دیستورشن هست و روی اپیگلوت صورت میگیره. توی این صحنه یه بار دیگه من برمیگردم، شما حرکت دیافراگ یا حرکت شکم ابی رو یک مقدار دقت کنید و مسلماً یک سری چیزهایی رو که من توضیح میدم رو شاید بهتر مونه. گیسوی سبز جنگل تنمو میپوشونه، پرند رو درخت و میسازه آشیونه. خدایا تغییر نوانس،
ساستین های معروف ابی و کشش های معروف ابی که بعضا فکر میکنیم که ابی یک ریه خاص داره یا یک ظرفیت تنفسی خاص داره، در صورتی که اینجوری نیست. شما ببینید چیزی که ابی داره مهارته و دقیقا میدونه چطوری از تارهای صوتیش استفاده کنه که کمترین هوا رو هدر بده. شما ببینید در این صحنه یک تنفس خیلی قدرتمند شما شاهد هستید و یک حجم خیلی زیادی از هوا که ابی میگیره و بعد یک ساستین خیلی خیلی پر و طولانی رو. حتی ضرب اول رو ول میکنه و ضد ضرب میکنه. آوازی که ابید برای ما اجرا کرد ما خیلی نکته های مثبتی رو میتونیم ببینیم. در واقع ایشون یکی از اسطوره های آواز هستند و مسلما در 10 دقیقه 11 دقیقه 12 دقیقه نمیشه خوانندگی ایشون رو توصیف کرد و راجبش صحبت کرد به سادگی. و اگر دقت کنید در طول سالیان این خواننده خب افت و خیزهای زیادی داشته، فراز و نشیب‌های زیادی داشته در خوانندگیش، اما شما شاهد افت آنچنانی در صدای ابی نیستید با اینکه سنشون خیلی بالا هست. حالا امیدوارم که زنده باشن هزار سال. با اینکه سنشون خیلی زیاد هست اما شما می‌بینید که پرقدرت به قدرت یک جوان داره آواز می‌خونه و این علتش اصولی آواز خوندن و آسیب نزدن به صداست. در واقع حجم و فشار کاری که ابی داره انجام میده بسیار شدیده، اما اصولی آواز خوندن و رعایت کردن یک سری نکات اصول در خوانندگی خیلی میتونه به سلامت صدا و اینکه صدای ما همیشگی باشه و دائمی باشه کمک کنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و مفید بوده باشه براتون. من سعی میکنم که زود به زود یک سری ویدیوهایی در مورد خواننده‌های مختلف و اجرای اونها برای شما تهیه کنم و حتما توی همین پیج حمایت کنید و به اشتراک بذارید و همینطور اگر دوست داشتید برای من کامنت بذارید که من ببینم که نظرتون در مورد این ویدیوها چی است. خیلی ممنون با من همراه باشید. خدا نگهدار.